دوستان و همراهان ورزش، شما را به شبکه اسپورت ایونز خوش آمدید میگویم. امروز بیاین نگاه بیندازیم بین دو تیم ریال مادرید و لیورپول در لیگ قهرمانان اروپا. تیم فوتبالی ریال مادرید با پیروزی برابر لیورپول در فینال لیگ قهرمانان اروپا در فصل 2021-22 رکورد خود به عنوان پر افتخارترین تیم این رقابت‌ها را دست نیافتنی تر کرد. بازی فینال لیگ قهرمانان اروپا در فصل 2021-22 صبح روز یک شنبه در ورزشگاه استاد فرانس شهر پاریس میان تیم‌های لیورپول و ریال مادرید برگزار شد. این بازی در نهایت با نتیجه 1-0 به سود ریال مادرید به پایان رسید. تنها گل این بازی در دقیقه 59 توسط وینیسیوس جونیور با پاس والورده به ثمر رسید. در این بازی که به دلایل امنیتی و هواداران لیورپول ورزشگاه بدون بلیت و درگیری هواداران دو تیم بیرون ورزشگاه که پلیس را مجبور به استفاده از گاز اشکاور کرد با نزدیک به 34 دقیقه تأخیر آغاز شد. لیورپول به شیوه همیشگی خود پرس از بالا و بازی هجومی را در دستور کار قرار داد و در سمت مقابل هم ریال مادرید مقابل طبق معمول چشم به ضد حملات دوخت و در نهایت با وسیله همین تاکتیک هم به گل رسید. وقتی که دف یک تهدید روی دروازش با وسیله محمد صلاح شکل گرفته بود را به یک ضد حمله سرعتی تبدیل کرد. به این ترتیب ریال مادرید پس از حذف چلسی در مرحله یک چهارم نهایی و منچستر سیتی در نیمه نهایی سومین نماینده انگلیس را هم در کسب عنوان قهرمانی ناکام گذاشت تا خود برای 14 بار فاتح مهمترین تورنمنت باشگاهی جهان شود و رکوردش به عنوان پر افتخارترین تیم تورنمنت را دست نیافتنی تر کند. اما لیورپول که با انگیزه گرفتن انتقام شکست جنجالی 4 پیش خود مقابل همین ریال مادرید در فینال کف پا به میدان گذاشته بود، باز هم در غلبه بر کهکشانی ها ناکام ماند و نتوانست هفتمین قهرمانی خود را کسب کند تا در کنار میلان به طور مشترک دومین تیم پر افتخار رقابت ها شود. این نهمین تقابل ریال مادرید و لیورپول در لیگ قهرمانان اروپا بود که با ثبت 5 شکست برای نماینده انگلیس به پایان رسید تا روند ناکامی های این تیم مقابل رقیب اسپانیایی ادامه پیدا کند و تعداد بازی های بدون برد متوالیش برابر این تیم به 6 مورد افزایش پیدا کند. همچنین این سومین تقابل دو تیم در فینال های لیگ قهرمانان اروپا بود که حالا سهم ریال مادرید از آنها دو پیروزی است. با این قهرمانی کارلو آنچلوتی سرمربی ریال مادرید که سال 2014 نیز با این تیم فاتح لیگ قهرمانان شده بود، ضمن تکمیل دوگانش با کهکشانی ها به اولین سرمربی تاریخ تبدیل شد که 4 قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا شده است. این 5 قهرمانی ریال مادرید از زمانی است که کارلو برای اولین بار به انتظار 12 ساله کهکشانی ها برای فتح اروپا پایان داده بود.